بینندگان گل سلام، امیدوار هستم که همتون خوب و جور و سلامت باشین. امروز تاریخ 30 آگوست 2022، ما بازم با شما چند ساعت را داشپسانه سپری میکنیم. امیدوار هستم همتون از این روز احساس خوشی و آرامی کنیم. پروگرام امروز ما مکرونی است، مکرونی با گندنه. ببینید، با گندنه. و اگر گندنه برای شما مساعد نبود و در دوکانهایتان یافت نشد، شما میتونید از گرین لیک به جای گندنه استفاده کنید که عین مزه و عین طعم میته بسیار هم خوب هم میایه، که اصلا چرت نزنین به سر ازی. ما چند پاکت مکرونی از نوع بوی گلکایش داریم که ای را به این پروگرام مناسب دیدیم و می خواهیم که امیر امروز تهیه کنیم. و برای از این مواد امروز خود ما چند قوطی مکرونی کار داریم، گندنه کار داریم، کوفته کار داریم، پیاز کار داریم، دلنه خود برای کوفته کار داریم، مرچ سیاه کار داریم، زردچوبه، نمک، مرچ سرخ و همه تو قروت و ماس و چکم کار داریم، که هر چیزی که در دسترس شما بود مجبور نیستیم که بگوین من قروت دارم، من ماس ندارم، مکرونی ساخته نمیتونم، یا من ماس دارم قروت ندارم. به این صورت شما هیچ چرت نزنین، هر چیزی که از کلاس ماس ها، چکه ها و قروت ها در خانه داشتین، شما این مکرونی رو تهیه میتونین. حتی اگر شما نمیخواین گوشت خوش ندارین و نمیخواین که گوشت بخورین، شما میتونین به جای زو از لوبیای سرخ قورمه جور کنین و برای مکرونیتان پرتین. این هم از امکانات است. راستی من این مکرونی رو به خاطر انتخاب کردم که در فامیلی ما بسیار یک خوشبینی و یک علاقه مخصوص راجع به این مکرونی با گندنه و ماست است. به خاطر از اینکه در مو وقت بسیار گذشته ها که ما هنوز به مکتب می رفتیم و نوجوان بودیم، به افغانستان کمپانی مکرونی پیدا شده بود. فکر می کنم که مکرونی ناکل بود و در اون وقت تازه مردم بلد شده بودند به ساختن مکرونی، به خریدن مکرونی ها، و دیگه خودشان در خانه نمی ساختند. و مادر من جزی از اون خانمایی بود که مکرونی را تازه شناخته بود و همیشه می رفت و همین همیشه می خرید و می آورد. وقتی که ما از مکتب می آمدیم خانه، وقتی که می دیدیم که گندنه ریزه شده و قرمه کوفته هم پخته شده، پاکت های پلاستیکی مکرونی بود وقت، او هم خریده شده، آب جوش هم مانده شده، یک احساس عجیب از خوشی بر ما دست می داد و می فهمیدیم که نال یک طعمی از آشک ما داریم و یک غذای نو داریم، یک غذای تازه، یک غذایی که هیچ انتقاد نداریم و خوش ما می یک بخوریم. و در قاطع از این شیرینی از این بود که یکی از برادرای گل من، امید جان لطفی، که مخصوص علاقمند از این مکرونی بود و وقتی که پخته میکردیم او اینقدر خوشحال میبود، اینقدر خوشخوی میبود که کل فامیل سرش میفهمیدن که امید چقدر مکرونی رو خوش داره. و مادرم همیشه از انواع و اقسام از امی دو سی رقمش که بود، که هنوز مردم بلد نبودن که اسپاگیتی را با ساس بانجان میپخته کنن، امو اسپاگیتی های درازه ما به شکل آش پخته میکردیم که در او تمام ترکاری ها را منداختن و کسی که وقتی که ناجور میشد یا مثلا با حالت عادی او مکرونی را به شکل آش ترکاری دار پخته میکردیم، اگر یادتان باشه. این بود قصه مکرونی ما که ما در افغانستان هم یک دورانای خوب داشتیم و اگر شما بیاد بیارین چی دورانایی بود که این مکرونی تازه به میان آمده بود. برحال حال ما میریم و گوشت خود را به دیگ مندازیم. با ما باشین، برمیگردیم. عزیزای گلم، دلنخات خود را میشویم، به دیگ جدا میمانیم که جوش بخوره. با زیر کوفته پاشان خود مندازیم. پیش از این کوفته رو شروع کنیم، اول همی دلنخات را میشویم.
که در دیک پرچیم تا جوش بخوره وقت میگیره. عزیزای گلم او ما در دیک ماندیم از اون خود تا را در دیک مندازیم. در پالوی ازی که کفتی خود را سرخ میکنیم دانه خود هم خودش جوش میکنه. بینید های گلم در دیگه روغن ماندیم و در این پیازه من دازیم سه دانه پیازه من دازیم که یک کمک شده شود با سرش گوشت کفتی خود را من دازیم. بینید های گلم آل آمدیم تا وقتی که پیاز در دیگه شتر میشه و دانه خود هم میجوشه. این فرصت ما همتون نمیگذاریم، ازش کار میگیریم، میاییم ماست خود را درست میکنیم. ببینید در این دیگ من ماست خودم مایه کردیم و این سختی ماست ببینید، خوبیش را ببینید. الان مزی میکنم، سعی کنید ببینید ماست که مثل پنیر است. و اگر خودتان هر چیز در خانه خودتان درست میکنین یک کیفیت دیگه خود داره. من میخوام که چند ماست با هم یک جای کنم. قروت چون اولادا آدم مکرونی خوش ندارن قروت نمیندازم، از نوع ماست ها از چند نوع ماست استفاده میکنم تا که طعم مواد ما بسیار خوبش بیاید. هم از این ماست بازاری مندازم. این یک کمک یک ترشیگه که بسیار ملایم داره که باعث مزی همه چیز میشه. از این هم نصفش هم اندازم و یک قوطی خورد از ماسه کیسه ایم اندازم که عینه مثل چکه ماوارس. ببینید سختیش مثل چکه ماوارس. اگر خوب سعی کنید مثل چکه است. این را کلش هم اندازم برای از اینکه تمام کار داریم. و دو قاشق سیر تازه هم بهش مندازم و یک قاشق هم نمک یا نیم قاشق هم نمک مندازم. این تمام موادی بود که ما برای ماس مکرونی خود کار داریم. اینا را با هم مخلوط میکنیم و یک کم آب هم بهش مندازیم. البته با مکسر اگر بزنیم زودتر مکس میشه و آسانتر. همیشه سعی کنین در یک ظرف ماستان بانه که سرپوش داشته باشه، چون خوب نیست که ماست بدون سرپوش در محیط آشپزخانه یا در یخچال بمانه چون سیر داره. آب هم درش علاوه میکنیم، ایره مکس میکنیم و خلاص. بیننده‌های گل من وقتی که پیاز به این اندازه شده شد زیاد سرخش نکنیم که سی نیست و گفته کلگی راست هم میگن. در این وقت گوشت در سر پیاز بیران شده هم اندازیم. بینندای نازنین من وقتی که کوفتن در سر پیاز یک چند چرخ دادین که به این حالت رسید، باز آله درش نمک مندازیم. این مرچ یک قاشق مرچ هست مندازیم، مرچ سیاه دو قاشق مندازیم، زردچوبه دو قاشق مندازیم، سیرم دو قاشق هست مندازیم و روبی بانجانمی هم دو قاشق هست مندازیم. کل شب با هم شور میتیم که خوب رنگ رو خوش سهی شود و خوب سرخ شود. وقتی که خوب سرخ شد باز پخته شد یک کمک او داشت مندازیم که نرم شود. باز داخل دال نخواده داشت اضافه میکنیم. لای گلیم وقتی کفتی پاشان اینه تو سر روغن آمد میبینین که سرخ شده و سر روغن آمده. در این او اضافه میکنین، او همه اضافه میکنین که یک ذره پخته شود و همه طور روی مکرونیتان یک ذره لوابک باشه که امرای مکرونی احساس خشکی نکنین و یک ذره طعم خوب در مکرونیتان هم بتن. وقتی در روی مکرونی مندازین باید یک ذره لوابی خوبش باشه.
به اون خاطر باید یک کمک این موادتان آب کمک داشت. گل ما من میخواستم که بسیار کوتاه براتون نشان بدم که عمو درخت را که پیش نظر شما ما از این زمین کشیدم و در گلدان ماندم، میبینید که وضعش کاملا از اونجا که خوبتر است، بلگایش بسیار ستراتر است و همه تو یک کمک آلت راست گرفته بخود که یک بار دیگه بازم من ایره به ای چوب قایمتر بسته میکنم که زیادتر راست شود. میبینید که چقدر وضع خوب داره. شکر سوهیلا جان حقیقی، یک بیننده عزیز ما از ما پرسان کرده و چندین نفر دیگه درباره از این منقله که ما چند هفته پیش در این کباب پخته کردیم، همچنان سوهیلا جان حقیقی پرسان کرده که شما چطور این منقله جور کردیم. عزیزای گل ما چندین بارم برتان یادآور شدم که منقله ما جور نکردیم، تنها منقله ما از سایت گوگل، از این سایت که خوب دقت کنین، چندین دوره است که من این را تکرار میکنم. عزیزای من باید هر نوع منقل را کار دارین برای اولیتان، برای زغالی، گازی، اینا در اینمی سایت همش به همه قیمت ها به همه اندازا برتان یافت میشه. و من این منقل که 10-11 سال پیش خریدیم دارم. من براتون یادآور شدم که من خودم این منقله به خاطر از اینکه دوام کنه، عبور کنه و این همیشه که من منقل می خریدم این امرای آتش سوراخ بشه، زنگش می زد در اثر حرارت زیاد از بین می رفت و من بالاخره فکر کردم، گفتم رای شیسته که من باید از این خشتای دیپو و لوز بخرم و اینا را در روی منقل بیچینم که منقل مصرف نشه و زغال آتش در روی خشتا بانه. وقتی که در روی خشتا میمونه این هم باعث میشه که هم حرارت دیر بانه، زغالم کمتر مصرف شوه و من چیز خوبتر بتونم پخته کنم و هم منقل ما کنه نشه. ای اگانه رای است که شما میتونید که منقلتان اگر میخواهید که دوامدار برتون باقی بانه و زود کنه نشه، غال نشه و در حرارت گرمی و سردی زود سرش تاثیر نکنه، از چند دانه خشت برای از این کار بگیرید و استفاده کنید، منقلتان میتونید که دوامدار چندین سال نگاه کنید. عزیزای گل من یک دوره در زیر منقل ای را کلش در روی منقل میبونید و در اطراف از این سنگای خورتر و اینی شکل که خوب ای هم به آتش مقامت خوب داره و خراب نمیشه میمونیم و همه تا به اطراف منقل خود برزی که منقل بلندتر کنیم که آتش و حرارت نگاه کنه، دورش هم یک دوره ما از این خشت ها میگذاریم که ای هم باعث از این میشه که منقل زیادتر عمر کنه و ما خوبتر و این اندازهش هم برای اندازه سیخ بسیار اندازه خوب است که گاهی اگر چیزهای دیگه داشتین میتونین از اینی ای خود این منقل یک جولی بسیار کلان گرنگ هم داره که در گاراژ است، ما او را نکشیدیم اما او را یک نفر بسیار بالا پایین کرده نمیتونه، از او خاطر من برای روزمره و اینای خود همی جالیگک های عادی را که در راس و تیجی مکس و دیزی دسکاون و همه جا یافت میشه اینا میتونید که و بسیار سادگی بر استیکا و بعضی چیزهای ترکاری باب و اینایتان استفاده کنید که هم به این اندازه برابر میاید. امیدوار هستم که درباره منقل شما آشنایی زیاد پیدا کرده باشین و بتونین از منقلتان با خشت ها یک منقل دوامدار و اقتصادی تهیه کنین. بیلندای گل ما امروز میخواهیم که درباره درخت انار ما براتون معلومات بدم که ما امسال چانس خوب ناوردیم از درخت انار خود برای از اینکه انارا بسیار زیاد خرد مانده و انارا به اینی اندازه خرد ماندن. ببینین ای به درد کس نمیخوره، هیچ چیز از این نمیتونیم درست کنیم. به هر حال و نقص دیگه که ما کردیم امسال از درخت انار خود ایست که تمام انارای ما باز شدن
بدون از اینکه ما چیز کنیم خود انارات و خود از گرمی هواست یا از هر دلیلی که هست تمام انارات درخت باز شدن و این ما هیچ چاره نداریم و از این انارات هم استفاده لازم نمیشه. به هر کسی که ایره بتی میگه که انارا واز از پرنده ها ایره خورده ما نمیخوریم و متاسفانه که یکی دوتا هم نیست تقریبا کل درخت هم تشه. پرنده های گل ما این درخت ها کسی بره که چند سال میشه ما داریم از اقا شگفه کده بود فقط دو دانه سیب خدا نگاه کده که یکی اینی سیب است این سیب هم سیب سبز ترش است که بسیار خوب معلوم میشه میوهش هم سالم است ببینین سیب سبز خوبش است سیب تیمایی و من ایره میکنم برای دخترکم که قدر زامت میکشه امی سیبکم بخوره ببینین چوب یک سیب است واقعا سیب سالم است. گل ما ببینین این سوزیگک یا کمک کلانترک شده و عادت کده بسیار بسیار شیرین است. مقبولیش هیچ بشیگک نداره. میسی هم اولا بسیار میزدیشه حالا یک کمک کدش عادت کده بسیار خوی گرفتن با هم یک جای و امیدوار هستم که اینا یک سازش خوب بین خود بسازن. یکان وقت میسی میایه و میزنیشه و اونو تو میگیریشه میسی جان آستا آستا میسی آستا که اوگار نشه چوچگک هست اوگک چوچگک هست او هم دمو چوچگی خود کار خود میکنه هر دویشان شوخی و مستی خود میکنن یکی دیگه خود کمک آزار میتن تا که باز عادت کنن اما اوگار نمیکنن یکی دیگه خود فقط یک ذره قشتی میگیرن و شوخی میکنن و اینا اما در بین خود بسیار خوب هستن شکر خدا امو جای خوشی است که باعث زامت ما نمیشه. میسی جان آستا آستا مادرکی گلیم آستا ایسی اوگار نشه خوب اوگار نشه که تو چگک است قربانی چیم بینده های گل من این کوفته پخته شده مثلا روغن هم آمده همه تا دانه خود نرم شده تیار است. این دوتا را با هم یک جای میکنیم که خوب مالو شون پوسته که دانه خود است پس کنم اینا را با هم یک جای میکنیم که یک قرمه بسیار لوابداری آلای خوبش بر روی مکرونی ما جور شود و مزدارم باشه. نای گل من حالا آمدیم کوفته پخته شد و از او بیغم شدیم این حال کرایی را موندیم و درش کمک روغن انداختیم که گندنه خود را این یک لوت میزنیم سرخ میکنیم که این هم برای لای مکرونی ما ضروری فقط روغن و یک کمک روغن اندای گندنه و کمی هم نمک بهش اضافه میکنیم دیگر چیزی کار نداره. این دای گل ما وقتی که گندنه را یک ذره سرخ کردیم به این اندازه رسید که این حجمشان کم میشه رنگشان تیره تر میشه و میبینیم که او این هم در کرایی نمیگیریم او این هایشان خشک شده به این حالت که رسید منقل گل میکنیم و این آماده انداختن به مکرونی است. زندای گلیم حالا آمدیم گندنه رو سرخ کردیم و قرمه مکرونی رو پخته کردیم آمدیم در وقت پختن کیک زردک که امیدوار هستم شما من همراهی کنین و تا آخر همراه ما باشین و ببینین که کیک زردک چقدر مزه دار است مخصوصا اولادا و همگی کیک خوش دارن و بسیار کمتر ما شما کیک زردک میخریم و پخته کردنش اصلا کسی امتحان نمیکنه فکر میکنن که کیک مشکل است. داله که ساده ترین کیک زردک است فقط زردک و چارمغز در مواد کیک اضافه میشه همین کلش است که شما تغییر را که در اون میبینین اما طعمش در عوض چقدر فرق داره. اولی با وجودی که مواد لازم براتون اینجا ما موندیم که در اصنای انداختن براتون تشریح میکنم من اول براتون میگم که بازم سوال خلق میشه که زردک کیک برای همراه چی رنده کدی این از این همی رنده عادی رنده میشه که
عموما شما یک زردک کلانتر را انتخاب میکنین برای از اینکه کارتان آسان شود. ببینین به این اندازه ای رنده میکنه و این برای کیک زردک بسیار مناسب و خوب است. اما تو دانه‌های دیگه زردک را توته میکنیم، رنده میکنیم و دوباره میاییم در پختن کیک خود. دلدای گل ما حالا آمدیم دوباره به درست کردن مواد کیک که در این ما 6 دانه زردی تخم داریم. 6 دانه زردی تخم در اینجا مندازیم و همه تو 400 گرام بوره داریم که بوره را هم به این مندازیم. این را با هم مکس میکنیم و 2 گیلاس هم شیر داریم که شیر هم به علاوه میکنیم و کلشانه مکس میکنیم. میدندای گلم وقتی که بوره و تخم امرای شیر خوب حل شدن، حالا درش 2 گیلاس روغن اضافه میکنیم. شما فراموش نکنیم که اگر نمیخواین روغن، میخواین مسکه استفاده کنین، میتونین از مسکه استفاده کنین. اما من به خاطر از اینکه یک ذره کمتر چربیش باشه و سیتر یا راحت تر باشه برای همگی، من روغن مایع استفاده میکنم، روغن کنولا که چربیش کمتر است و مفیدتر است. این دای گل من حال مهار در غلبیل میکنم برای از اینکه همه تو خوبتر است که اگر غلبیل کده باشه که ما بسیار خوبش میایم. دو دفعه دیگه غلبیل میکنم که شما هم ببینین و شما هم اگر آرده بر کیک غلبیل میکنین یک چالس که درش بسیار بسیار خوبی میبینین و خرابینه فراموش نکنین. و همه تو در این وقت من بیکن سودا دارم، بیکن پودر دارم، ایل دارم و سینمن دارم و کمی هم نمک. اینا را هم به همیش یک جای غلبیل میکنم. حال کار ما آسان تر میشه که اینا را من وقتی که با هم مکس کنم خوبتر در مواد ما گت میشه و کیک بسیار خوب پندیده و حالا میایه. اگر ما کل چیزها رو یک دفعه با هم غلبیل کنیم، بسیاری وقت رخ میده که نفرا انال اینمی حالت ها تکرارن با غلبیل میکنن، اینمی حالت ها اثر یک بار دیگه هم غلبیل میکنن. اگر شما حوصله داشتین این کار رو بکنین، فایدهش رو میبینین. انال چند قاشق آب لیمو هم در اضافه میکنیم و پوست لیمو هم که باید دوره رنده کنیم. اول آرد خود را ایمن دازیم، آرد انداخته ایره هم تا شور میتیم. آرد باید چند پیره پرتین و شور هم داده برین تا که خوب. اگر ماشین دارین امرای ماشین میکنین، من دارم ولی ترجیح میتونم که دست خود کار کنم خوبتر است. شما هم اگر که دست کار کنید خوبتر است که دست پای خود کار بگیریم که تا دست پای ما را خدای نخواسته خو نبره. اما تو راحت راحت ما نمیشونه یک روز شبه که دست پای ما در گفت ما نکنه. پای گل ما حال از این پوست لیموی درخت ما هم رنده میکنیم برای از اینکه جوار از این بسیار خوب است برای کیک زرده. برابر به یک قاشق قوره رنده میکنیم که شما هم این رنده امرای رنده زردک فرق میکنه. این همون میده دارترین رنده است که ببینید به این اندازه رنده میکنه. از او خاطر فکرتون باشه که از کلون اگر رنده کنید او بر زردک خوب بر کیک خوبش نمیایه. عزیزای گل ما ببینید فکس برابر به یک قاشق امی میشه. ببینید که ایره من نازم در کیک خود که باعث طعم بسیار عالی کیک ما میشه. کیک همیال خود سخت کرده برای از اینکه آرد بسیار خشک بوده. اگر دیدین که کیک بسیار خود خشک کرد یعنی که روغن و شیر برش کفایت نکرد،
آردتون خشک بود، کمک شیر میتونین اضافه کنین که من منتظر هستم که اگر لازم دیدم یک کمک شیر دیگه اضافه میکنم. حال در این زردک مندازم، حال زردک با این نمیشه یا ممکنم شوه. بیننده های گلم، ببینین سختی کیک تا بالی نقشده، اگر چارمغزم درش پرتیم زیادتر سخت میشه، از او خاطر من این گلاس شیر ایتیاتن اینجا میمونم که چارمغزم بهش مندازیم. این را شور داده میریم، میبینیم اگر تغییر آمد بهش که سختتر شد باز از شیر کار میگیریم، اگر نه که وضعش خوبتر بود هیچ شیره نمیندازیم. همی حالت ما درست است، کیک ما خوب پاشان مقبول می آید، همطورش خوب است، به فکر من که همطور خوب است. از شیر انداختن شیر اضافی صرف نظر میکنیم، همون مقدار خود ما صحیح است، اما شما متوجه آردتان باشین. بیننده‌های گل من، این هم یک تیپ است که بر شما ما باید بگویم که مسکن در حرارت خانه بانین و با یک برس ظرفی را که درش کیک پخته میکنین و در داشت میمانین با یک بار سیده چرک کنین، بسیار خوب میشه که کیکتان صحیح و سلامت از این قالبش مبرایه. و اگر نمیخواین مسکر را بزنین، میتونین که از این کاغذ هم استفاده کنین و در این قالب های داشت کاغذ را بانین و با او هم نتیجه بسیار خوب میتن. برابر به یک قاشق آرد در این ظرف مندازین، در ظرف که مسکر مالیدین و ایره دم داده همراهی دستتان دکه میتین تا این مسکه هایی که در روی ظرف چرب است آردار رو خود جذب کنند و اون ظرافت که ضرورت دارن آرده به خود جذب میکنند و داخل شما یکی که سالم و مقبول و درست از این قالب ها بیرون میکنید. همین چالش است و آرد اضافی که باقی میماند دوباره از این ظرف پس میکنید. ما باید دیده خوب چند دوره بتم که تا ادرافشان آرده به خود بگیره، که من نمیفهم شما اون رو میبینین یعنی من مجبور هستم که کار را اتو بکنم که ببینین به اینی شکل میشن و آرده خودش جذب میکنه. با نزو کیک که درست کردیم ما در این قالب ها مندازیم. البته این قالب ها هم هرمونی هستن، اگر نکلیش باشه یا دگرایش باشه بسیار خوبتر هستن، اما چی کنیم دیگه، ما همین هرمونی ها رو فعلا داریم. بینده های گلم چون کاغذ داره، اول دمی کاغذ دارش مندازیم، اتو آسان تر از بر من. یک و نیم دانه اگر پرتیم دهی بسیار خوب است. ایره میمانیم که با حالت عادی خود بیایم و خودش بیایم و حال دانه دوم شروع میکنیم. همه چیزهای خودم اندازیم، باز شما رو میگیم که این را چی وقت داشت بیم. بیننده های گل من، اینا رو به قالب انداختیم، حالا در جه داشتان به 380 کردیم، در وسط داشت این دوتا قالب هم میبانیم، همین دوتا جای میشه برای دیگهش باز منتظر میمانیم، باز اون جدا میمانیم، چون که یک از زیر پایان و بالاش باید. بیننده های گلم، ما در جریان از این که ماتل هستیم که جوش بیایه برای مکرونی و کیک هم در داشت ماندیم نزدیک پختن است، از فرصت استفاده میکنیم چند گفتنی بیننده های عزیز من را میخواهیم براتون اعلان کنم. بگویم که یکی لیلا ماجان مینوال نشته کرده که لطفا از مجروبه جان شیل که وزارت زراعت خانده یا در قسمت زراعت درخت ها و گلا و اینا تحصیل کرده، لطفا خواهش کنین فهیمه جان که بگوین که واتساپ خدا یا یوتیوب خدا یا مسنجر خدا یک راه برای شما روان کنن که ما بتانیم از طریق از او امرای مجوبه جان شیل
سوالات خودم مطرح کنیم یا مشکلات را که در قسمت اولی و درخت ها و گلا داریم ازش پرسان کنیم. امیدوار هستیم مجبه جان صدای ما رو شنیده باشه و هم آدرس خود یا امکانات واتساپ یا فیسبوک یا هر چیزی که داره در دسترس ما قرار بده تا هموطن های گل ما مخصوصا خانم ها ازش بتانند که استفاده کنند. اما تو دوستای عزیز ما از سوئیس که بسیار خوشبین از این پروگرام هستند و همیشه همراه ما تماس دارند، از او جمله سیما جان دوست بسیار جان و جانیم است که او یک عمر همراه ما بوده، از وقتی که من از سوئیس رفتم تا وقتی که پس برآمدم او مثل دوگانگی ما بود، بسیار به همراه ما صمیمی بود و ما رازها و نیازها و همه چیزها را با هم شریک میکردیم. برای من گفت که فایمه جان، نوریا جان شکوری هم بسیار پروگرامایت سعی میکنه و علاقمند پروگرامایت هست و آرزو داره که نامش یک دفعه در پروگرام بگیریم. من نام نوریا جان مانده که نام امه دوستای سابق خود دانه دانه میگیرم که امیده جان است، پروین جان است، مرسل جان است، واسیمه جان است، کریمه جان است، شایسته جان است، زلش جان است، زرمینه جان است، نظیفه جان، ماری جان، ماریا جان، سحر جان، النا جان، لیلی جان، نفیسه جان. اینا کسایی هستند که کلشان همراه ما در تماس بودن، رفیق ما بودن، دوست ما بودن، عزیزای دل ما بودن که من همه گیشان یادواری کردم و من همراهشان در تماس بودم و اینا از جمله بیترین و پرکارترین زنای بودن که من در سوئیس اونها را میشناختم. اقلن زنای زحمتکش، پرکار، با صبر، با حوصله بودن که هیچ عرض اندازه نداره. یک سلام و یک روبوسی خدمت همتون تقدیم میکنم عزیزای ما که در سوئیس زندگی میکنین. امیدوار هستم امتون جور و سرمم. بینندوی گل ما پریسا جان رحیمی پرسان کرده که فامیلتون نام خدا کلان است، چند نفر است، اگندک از همسرتون، اولادکایتون و تعداد اعضای فامیلتون معلومات بتین خیلی خوش میشم. بیننده گل ما پریسا جان، چند وقت پیش در برنامه ما عهد لازمه در باره فامیلم، در باره خوارا برادرهایم هر یکشان اول شما معرفی کردم، تشریح دادم اینا. امیدوار هستم که یک روز فامیل ما توانایی از این پیدا کنن، جرات از این پیدا کنن که در دم کمره یک روز همیشان بیاین و من همیشان بر شما معرفی کنم. حتی دختر نازنین من که نمیخواید که در دم کمره بیاین، من چی کنم؟ پیش روی تار خجالت هستم که فامیل ما یکشان نازن نیست که در دم کمره بیاین یا چیز بگوین. کلشان شرمنده کاستن و همی هست که هست. بنان به یک فرصت دیگه حتما براتون معلومات زیاد خود دادم. من یک دانه دختر دارم و او دخترم هم میبینید که بر من عکاسی میکنه که برابر به نور چشمای مرا دوست دارم و خوشی زندگیم امو دخترم است. و خواهرها و برادرهای من شکر به پناه خدا زنده باشن، امرای اولادکای خود و نواسگاه خود، همیشان در این منطقه ما در این نایه که ما زندگی میکنیم اونا هم زندگی میکنن و شکر به تماس هستیم و اتفاق هم داریم. بایلا جان احمدزای گفته که یک بیننده میربان ما از پروگرام گذشته ما که درباره چای ها ما معلومات دادیم، گفته که خالی از مفاد نخواد بود که براتون بگویم که روزمری، لبلبوی سرخ، بلوبری، توت آبی، آووکادو، ناریال، زردچوبه، براخولی، گلپی سبز که پاچای ترکاری ها در بین غربی هاست، چاکلیت سیاه، این همه چیزهایی که برای آلزایمر و قلب بسیار مفید هستند. شما فراموش نکنین که در میزتان یا در دسترخوانتان او را جای بدین که خدای نخواسته به سنای پسانتر که میرسیم مالندار که آلزایمر و اینا که هست، اما برای جلوگیری از او اگر این غذا را، اگر این میوه را و این چای ها را مصرف کنین خالی از مفاد. مالندار گل من اوی را که مانده بودم که جوش آمده، حالا فقط در یو ما قدر روغن مندازیم که مکرونی ها به هم نچسبن و دو قاشق هم نمک مندازیم. یک قاشق، دو قاشق مکرونی ها را به این مندازیم.
که جوش بخوره. بسیار ساده یعنی خانما میتونن که یک کار دیگه کنن و جایزی کاشک پر کنن. بازاشک هم پر میکنیم مگم به میفرسد حال کار رو میکنیم که بر ما ساده باشه. فکر کنم که چهار دانش به ایدیگ بس خود کرد برای از اینکه پسان اوج بسیار تر خواد شد یا چهار و نیمش پنجش ایدیگ خواد کرد برای یا میشه جای میشه کارش جای میشه پنج قوطی و ای رفت این میمانیم 20 دقیقه جوش بخوره. آن وقت است که ما باید کیک هم از داش بکشیم من از اینکه کیکای ما نسوزن گلومه فکس یک ساعت شد از وقتی که من کیک را داش موندم من از اینکه بسیار مطمئن شویم در داخل وسط کیک ای چوب درو میکنیم میبینید که پخته شده و هیچ چیز در این چوب معلوم نمیشه از او خاطر وقت رسیده که مطمئن هستیم که حالت درست شده کیک ها را از داش میکشیم این هم کاغذدارش هست و این هم این کاغذش بانیم که سرد شده و یک دانه دیگه را که داشتیم در داش میمونیم مختار شده گل ما آل بوده میده رو داریم همراه یا به لیمو این به این منتازیم و شور میدیم برای روی که کار داریم که این یک مایه سفید جو کنیم که برای روی که ما کار میاید و چونی کم افگیتر است باید نگام بوده میده داشت پردم تا که یک زرگک سختتر باشه خوبتر است. گل ما یم ریسپت مکرونی و گندنه و ماستش است که شما هر کدامش هم با رنگای مختلف مکرونی رو به رنگ سیاه و گندنه رو به رنگ سرخ و قروت و ماست و چکر به رنگ آبی اینجا نوشته کردیم تا شما بفهمین که این سه مواد بر مکرونی است که شما اید با هم میکس نکنین از امو خاطر ما از رنگ استفاده کردیم. دای گل ما یک گلاس بوره میده همراه چهار قاشق آب لیمو کفایت میکنه این خوب بزنین به این اندازه سختیش باید باشه که این تو که مفته در روی کیک نگاه شوه اگر خوش داشتین که در روی کیکتان پرتین در روی کیک زردک همی بوره میده همراه آب لیمو هم انداز بینندای گل ما سالن کوفته پاشان درست است و برای از این یک ظرفک آوردیم که من علایده ایره میکشم برای از این که اگر کسی بخواه زیادتر در روی مکرونی خود پرته چیز است سعی کنید که سرپوش از این حتی یک تصویر است سرپوشش بهترین سرپوش است و بسیار خوش آدم میاید ایده شک در این میکشیم کوفته پاشان خودم که معلوم داره هر کس خوش داره که یک ذره زیادترک در روی مکرونی پرته چون چیزی که در غوری کشیده میشه و دستی که در تیت و پاشان میشه هر کس بر خود هر چیره میگیره از اون خاطر بهتر است که در پلوش همیشه یک کاسی سالندش یا گفتش جدا در ظرف باشه و اینه میاندازه کفایت میکنن از اونا لیره که بانیم خودش روغن خود در روی خود نال مکرون دیگه در سر دیگ مینونیم اوی که میره و دیگ ما میره دیگ در زیر شست نال در از این کار باید ماس خدا بیاریم این اندهای گلم اول در زیر غوری ماس سیردار رو مندازین خوب یک ذره فریمان مندازین بر از این که مکرونی مواد کار داره باید خوب لوابی و خوبش باشه نال بعد از این که ماس انداختیم در سرش مکرونی رو مندازیم یگان وقت بسیار خوب است که ما این را پخته کنیم برای از اینکه عیف است که قدر بشینیم آشک پر کنیم و وقت خود همراه اولادهای خود و سرسفیدهای خود و همراه شوهر خود مصرف کنیم قصه کنیم بشینیم گپ بزنیم
می آشکه مزی آشکه لینی مکرونی ها میتونید که شما پیدین دایی گلیم بعد از اینکه یک دفعه مکرونی را انداختیم در این ماست بازم ماست تکرار میکنیم برای روی مکرونی خود ای را اگر جور کنین و باز بخورین باز مزهش هم میفهمین که چی رنگ مزه میتر خب روش همراه ماست پر شد اینال همراه از این چوب در سر از این یکمک گندنه پاش میتین گلیم دفعه دیگه بسیار لایت همتون بسیار سبک یا همی یک چند دانه مکرونی رو در روش بندازین و بازم سبکتر از دفعه قبل ماست در روش بندازین که همقدر که مکرونی ها ماست داشته باشن اینال در روی از این قرمه شم اندازیم اینال از همین کفته پاشان که پخته کرده بودیم که شما دیدین در روی از این اندازیم و چون در ظرف جدا ای را کشیدیم و سر میز است از او خاطر ای را زیاد قدر پت نمی کنیم امرای چیز برای از این که از لباش باید مکرونی ها و اینا معلوم شود که معلوم شده که در زیر از چی هست ببینید از اطرافش باید مکرونی و ماسوینا دیده شود تنها در قسمت سی وسطی یک ذره مندازیم حال مرچ سیاه رو بهش علاوه میکنیم اینال نانای خشک میگیریم و خوب فریمان در روی از پاش میتیم این کار آشک همراه از میکنیم و مرچ سیار هم پاش میدین و مرچ سرخ هم پاش میدین صدای ماشین ما ظرف هست چیز دیگه نیست این هم مرچ سرخ تند خانگی این رو پاش میدین اینال در وقت آخرش روغن که در کنج دیگ است روغنه که در کنج دیگ است این هم بر روی از این اندازیم این روغنه ببینید که یکی رنگ رخشه میکشه و مکرونی تانه مزهشه سرچند نشان میده برتان دیدین که این فوقلاده میسازه گلیم حالی کیک از چیزش میکشیم یک بشقاب راست و صافه در روی از این میمونیم بسم الله گفته خیلی الله گفته یا اتو میکنیم یا تب تب میزنیم آنه که درست برمده از چیز اناله این ما میخواییم که در اینی بانیم پس این در این میمانم و این بازم چپه میکنم که سیو سالم در ظرف آمد میبینید که کیک هم درست پخته شده خوبش هست آل در روی ازی یکمک بوده پاشان مندازیم در روی ازی بوده پاشان هم مندازیم روی که سفید شود کفت میکنه باز در روی از او کیک خود این مواد هم اندازیم میخواییم که امو بوری میده را امروی لیمو که یک جای کردیم نهی بازم یک ذره چیز میکنیم شورش میتیم بازم میگیریم از این کارا باید نترسیم برای از این که
هر قدر با جرات باشین کار خوبتر انجام میتونه بتین. فقط تمرین اگه پس. اما که کفایت میکنه بر مقبولیش و حاله ما کیک مرسیپن که میخواستم یک مواد از مرسیپن پیدا کنم که در روی کیک ها بانم که خوب بالوم شوه. متاسفانه من اونا رو نیافتم. بجایش من این دو تا تیپ یافتم که در والمارت بود و همینطور از این کانفلاور پودر جواری که هست که برای سختی همه مواد ها کار میگیرن همراه از اینا مکس کردم و چند دانه یک زردک جوب کردم. عزیزای گلم من اینا را از اونمو چیزایی که براتون گفتم من ترتیب و تهیه کردم. یک شب اینجا میمونیم و یک شب اینجا میمونیم. باشید که یک شب کمک که کشتر بانیم که تا نمودش خوبتر شده و همه تا دوتاگه که دیگه شده اینجا میمونیم و این کیک ما که بازم اینا هم حساب شود که کیک زردک هستن. و این دور من در یخچال مانده بودم که سرد باشن بر از اینکه چیز نشن. امیدوار هستم که شما این به جای مارسیپن قبول کنید چون چاره دیگه نداشتیم. از او خاطر من ترجیح دادم که از یک کار چاره سازی کنیم و بازم زردک به شکل کیک زردک براتون نشان بدم. بیننده های گل ما امروز ما نخواستیم که بازم کومنت ها را دولی بگیریم. آمدیم در نزدیکترین پارک پیشخانه ما که شما را هم یک منظری دیگره، یک منطقی دیگره، یک تصویر دیگره نشان بتیم تا خسته نشین و همین تا از شنیدن کومنت ها لذت ببرین. مرسل جان کاظمی نوشته کرده که فهیمه جان دوست شیرین چقدر نام خدا شما با سلیقه و شیرین هستین. یک دنیا تشکر از شما از مهربانی و زحمت هایتان برای تان خوشی های دنیا را آرزو میکنم. موفق و سلامت باشین با تمامی اعضای خانواده ایتان. امشب شما را با تمامی اعضای خانواده ایتان خواب دیدم. قصه هایتان زیاد شیرین بود. فکر کردم شما را در بیداری دیدم. مرسل. تشکر مرسل قندم. من بسیار خوش شدم از این مسیج خودت. سلامت باشی. محترم ریگا پویا نوشته کرده که سلام فهیمه جان گل هموطن عزیزم، از ویدیوهایتان ممنون. خانم ها و آقایان علاقمند ویدیوهای زیبایتان شدند و آسانی در آشپزی را به بار آوردید. عزیزان دل، نکته ای را که در لابلای ویدیوهایتان یادآور شدید که هدفتان ترویج فرهنگ قدیم کابل جان هم است، خیلی خوشحال شدم چون بدین وسیله هم وطنان عزیز ما نه تنها در خارج بلکه در داخل افغانستان هم خیلی درباره کابل قدیم میدانند و اینکه مردم چیگونه زندگی میکردن و چیگونه پخت و پز داشتن. امیدوارم به کارهایتان ادامه بدید و یک خواهش هم دارم که اگر که یک چیز به نام عوسی داشتیم که از جواری بود، اگر یاد دارید لطفا بپذید. با سپاس فراوان پویا. تشکر محترم پویا. آره عزیزم فهیمه جان، من ایر گلی بر ما نوشته کده. من مدت کوتاهی است که نظر و تشویش و تعریف خواهرم توبا جان محبوب که از برنامه ها و دستور عمل های بسیار عالی شما به من گفتن و من هم علاقمند سرسخت برنامه های آشپزی شما شدم و همیشه میبینم شما یک خانم میربان با شخصیت بالا هستین. خیلی دوستتان دارم. سالهاست از فامیل و وطن دور هستم و در کانادا تنها زندگی میکنم. اما برنامه های شما با این صدای دلنشینتان آنقدر مرا مجذوب خود ساخته که تا حدود دلتنگی وطن و فامیل برایم کمتر شده. چون قصه ها و صحبت های شیرین دارین، خداوند حفظتان کند. وجودتان همیشه سبز و با خواندن کمنت های من این خواهر تنهایتان را خوشحال بسازین. گلی. امیدوار هستم که
خوراک گل ما خوش شوند و ما دوستش داریم، ما به فکرش هستیم، ما نمیخواییم که تنها باشه، همیشه با ما باشن و در جمع ما. ایده جان سهل نشته کرده که سلام فهیمه جان قند و شیدین نبات، نام خدا خیلی نانای مزدار پخته میکنین، خداوند جان جور نصیبت کند. هیچ وقت مسیج من رو نمیخوانید، از ملبورن استرالیا هستم. و ایده جان اینه که ما هم مسیج خودت خواندیم. اما تو واجمه جان نشته کرده که السلام علیکم فهیمه جان، از روزی که من شما را شناختم به تمام فامیل ها و دوست هایم شما را معرفی کردم. من از پختن غذای میمونی کلان میترسیدم، اما حال شما ها مرا دلجمع ساختین. هر نوع غذای عالی را میپزم. چند قبل خسرم فوت کرد، بهترین حلوا را پختم با تعقیب برنامه شما، همه پسندیدن. ممنون شما خواهرکم وجمه. خدا بیامرزه خسرو بزرگوار شما را. شکر که مراسمشان به عزت و حرمت سپری شد. بسیار خوشحال شدیم که شما تانستین از پروگرام ما استفاده لازم بکنین. شکریه جان زمان از لندن نوشته کرده که خواهر عزیزم فهیمه جان، یک جان تشکر از برنامه های عالی و آموزنده ایتان که موجب خوشی خاطر ما می شوید. ما همیشه منتظر برنامه های جدیدتان می باشیم و برای اعضای فامیل لما شما را و برنامه های شما را معرفی کردم. خواهر شما شکریه زمان از شهر لندن. تشکر شکریه جان گلم که اینقدر زحمت کشیدی. شیبا جان نشته کرده که سلام خواهر نازنینم شیرزن قهرمان، من خودم قربان این دهن خندان و زبان شیرین زبانت شوم. من فدای او دستهای پرمزدارت و با همتت شوم. نام خدا چقدر مقبول استی چشم بد دور. نام خدا خجور رو از ریسیپی شما دیدم، تیار کردم، به خدا قسم اونقدر خوبش آمد که هیچ گفتن نمیتونم. برای عمر طولانی آرزو دارم، اگر زحمت نمی شود این مسیج مرا بخوانید خوش می شوم. شیبا جان تشکر شیبای گلم که قدر محبت می کنی و علاقه داری به برنامه ما و به خود ما. ما هم تو را دوست داریم. خوشحال هستم که خجور درست آمده. نوشک. خدیجه جان از آلمان نشته کرده که سلام علیکم، خوب هستین خاله جانم؟ ماشاءالله. ما میگم اول که نظر نشین و ما چند دفعه کومنت نوشتم، شما هیچ کومنت ما رو نگرفتین. و دخترکم که 4 ساله است و دو ماه بعد بخیر 5 ساله میشه، شما را زیاد دوست دارد. دخترم میگه که شما زیاد به مزه غذا را به مزه میخورین. باز شوق دخترم میایه، باز میگه که برو مادر جان بر من انار بیار و شما مثل مادر جان خودم هستین. فقط میگویم مادر مخی گپ میزنه. اسم مرا حتما بگیرین. خوش میشم، خدیجه هستم از آلمان. خدیجه جان گلم، امیدوار هستم دخترکت هم که بخیر 5 ساله شوه، عمر دراز داشته باشه، خوش آرام باشین، با محبت باشین و یک دختر نیکوکار و صالح و وطن پرست باشه و فامیل دوست باشه از همه کدن. خلیل جان نبیل نوشته کرده که سلام خواهر عزیزم فهیمه جان، از پروگرام آموزشی و دلچسبتان یک جان سپاس. امید بینندگان محترمتان از هر قسمت پروگرامتان چیزهای خوب آموخته و برای خود و همه اعضای فامیل غذاهای لذیذ شما را پتیه نمونه و شما را از دعا فراموش نکنم. نام خدا پروگرامت بسیار عالی و بسیار خوبی پیش می رود و هر قسمت آن یک درس جدید است. خداوند یار و مددگارتان، نوش جان عمیتان شما عزیزان به خدا میسپارم. در فیسبوک من یک چیز خوندم که نوشته کرده بودن که کاش انسانیت ساری می بود و اماقت واکسین می داشت. چقدر خوب نوش گفتن به خدا. آخرین مسیج ما از احمد سلطانیست که ناجیه جان در او نوشته کرده. سلام فهیمه جان گل، من ناجیه سلطانی هستم. از دیدن برنامه های عالیتان لذت میبرم. آشپزی امروزتان مثل همیشه عالی بود. من از شما بسیار چیزها آموختم با وجود که خودم آشپزی یاد دارم. بازم ممنون، تشکر از برنامه خوب دیدنیتان. همیشه موفق باشید. یک لای دوستانه دارم. چرا مسیج مرا نمیخوانید؟
عزیز گلم ناجیه جان سلطانی، این امیال مسیج خودت نوبتش رسید و ما ایره خواندیم. امیدوار هستیم که امیتان مسیجای خوبتری بر ما نشته کنین و پروگرام ما را ببینین و بیننده همیشه گی ما باشین. تشکر از این که مسیجای ما را گوش کرد. گلم میخواییم که براتون یک ذره قصه هم بکنم که در کابل وقتی که ما جوان بودیم و تازه شرکت کام به کار فعالیت خود به تولیدات خود شروع کرده بود، البته کلا و فانتا جور میکرد در افغانستان در کابل و این شرکت در دولمان موقعیت داشت و این بسیار مزه‌دار بود. دلیل مزه فانتاش مخصوصا بسیار مزه‌دار بود. بوتلای چینی داشت و قیمت بوتلایش هم 5 روپیه بود و این دلیل مزه از این بود که چون آبش از عمق یک چشمه میگرفتن بسیار طعمش مخصوص بود. طعم فانتا و کوک کابل در هیچ جای نبود و این تولیدات آستاستا غرفه ها داشت و جایا بر فروش داشت و وقتی که میمونی ها میشد مردم ای را میگرفتن و با یخ و گلاس ها منداختن و ما که طفلا بودیم عجیب و غریب یک علاقه داشتیم به این که این چیزها را ما یک چیزی را که باید براتون یادآوری کنم ایسته که پیش از این که فانتا و کوک تولیدات خود شروع کنه پیشتر از این در افغانستان سوداواتر مود بود و مردم استفاده میکردن. سوداواتر هم بوتلای شیشه ای داشت و در سر بوتل یک دانه تشله داشت که وقتی او را میکندن یک صدا هم تولید میکرد و چندین دکان از این سوداواتر در کابل بود که یکیش در سینمای پامیر بود که بسیار کلان بود و یکیش در چارایی انصاری بود که در چارایی انصاری آجی سوداواتر صاحب دکان بود و او را ما به نام آجی سوداواتر میشناختند و او دکان بسیار خوش داشتند و تمام غرفه های خرد و ریزه که در دور کابل بود در همه جایا بود می آمد از همین دو جای سوداواتر و فانتا و کوکو اینا را می گرفتند و می بردن و می فروختند و به مرور زمان یک وقت رسید که اشمت ساسج هم به تولیدات خود شروع کرد و او بسیار مزه می داد. غرفه هایش در همه جای بود، یک غرفه ایش در پیش مکتب عبیبیه در پیش فابریکی عجاری و نجاری در نمی قسمت که یک غرفه اشمت ساسج بود که او ساسج داشت و همبرگر داشت و این غرفه هم همیشه در پلوی ساسج و همبرگر خود تولیدات فانتا و کولا را در غرفه خود همیشه می داشت که مردمی که می آمدن ساسج و همبرگر می بردن فانتا و کولا را هم از اینا خریداری می کردن که آساسا به مرور زمان مردم همه عادت کردن به فانتا و کولای کابلی خود که بسیار مزه دار بود. نای گل ما ببینید که بازم ختم برنامه رسید و شما هم خوش هستین، من هم خوش هستم که کاس صحیح و سالم از قالبایش بیرون برآورد، همو مسکره که من گفته بودم که بزنین آردم درش پاش بتین، دیدین که بسیار هم خوبش آمد و یکی که بوری میدان داختیم و یکی را لیمو با بوره تیار کردیم که امیدوار هستیم شما هم خوشتان بیایه و مکرونی را که به شکل آشک هم پخته کردیم که امید برادرم از من خوشحال میشه، بسیارم خوش میشه. من یک ذره کزی حال میگیرم از کنجاکش ببینیم که راستی برتون بگویم که شوهرم همیال یک دو دقیقه میشه که آمد با من یک مشقاوک از سر دیگ داغ برش کشیدم دادم، گفت خیلی ببینی باش که من به جای خودت امروز اولتر واو مزه زیره بر تشریح کنم که بسیار مزه دار است، بسیار عالی است و بسیار مرچ مساله و اینایش همه گیش بطاب است. من گفتم نوش جانت، اما او یک کمک پیش دستی کرد پیش از ما نکرونی را خورد و مزهش بر من گفت. اینا لبا تکرارم بر شما راست خدا میگم، او خب خاطر که من خوش شوم گفت، حال من حقیقت برتون نگم که چی گفت است. راستی که اگر چشم خود پت کنم و
فکر میکنه که آدم ها شک میخوره. باور کنید. اگه درست کردی، چشمتان رو پود کنید، لغمی آلتان رو دانتان حل کنید، ببینید که چی احساس میکنید. این مزه یا شک ایت تفاوت نمیکنم. و بسیار هم خوبش آمده، شوهر مسیحی گفته بود، من بهش باور دارم. والی که نازنین مقبول خدا توتا میکنیم، یک توتا کس یم میگیریم تا شما داخل از زیره ببینین. اگر این تو بکشم خوب میشه ببینین داخل از زیره. تمام چارمغز ها، زردک ها، همه چیز معلوم میشه و داخل کیک برتون نشان میده که کیک زردک است. کلانترین نشانی از برتان واقعا که همطور اگر نمره می بود من خودم بر خود ثبت می دادم. شما هم امتحان کنین و یکی که ببینین پاشان آلو فوقلاده به خدا که برتان چی بگویم باید امتحان کنین تا که پیدا کنید که ما چی گفتیم و چی در دان خود بردیم. میزه بسیار مزه دار است، بی حد مزه دار است. الان دیگر مساله تو مزه میتن. اگر یک ساعت نیم ساعت ازش تیر شوه با یک گلاس چای سیاه قیامت میکنه. بیننده های عزیز من روی که کدام میتونم برتان تا که شما جای واس شده گیرم. ببینید اگر این رقم واس کنم برتان ایشم بازم امو پاش پاشوی من دایی میبینم برای از اینکه توتای چارمغز داره ای که معلوم دار که که توتای چارمغز داشته باشه شما میبینین که چقدر پاشانو خوبش میبراید. پروگرام امروز ما به همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستیم گفتنی ها، خواهش ها، سوال ها، همه چیزتان با ما در میان بگذارین. ما در خدمت هستیم. ما با خانم های افغان خود، ایرانی خود، تاجیکی خود و دوستای دیگه که برنامه ما رو تماشا میکنن ما همیشه همراه و همکار هستیم. تشکر از شما.